خانم و آقایان سلام، آپاراتچی هفته دوم، امیدوارم لذت ببرید. سینماگر بسیار موجود تنهاییه. حامی حقوق ما باشی. اینا اصلا نمیتونن هضم بکنن به خاطر اینکه سالا با این مفاهیم زندگی کردن، داره بچه‌هاشون دارن تعریف میکنن. جم نباید تبلیغ فیلم ها رو نشون بده؟ ما میگیم که خیلی خوب، جم نباید نشون بده، کجا نشون بده؟ جمع شده بودن دور هم برای آزادی 5 زندانی خانم از قصاص و از حبس. وقتی که به یک بخش دولتی خودش رو صاحب جان و مال و همه چیز ما بدونه، نتیجهش این میشه که در یک دولتی میان میگن که آقا یه عده بسازن یه عده نسازن. ما حق نداریم به تماشاگر دروغ بگوییم. اگر من باشم هیچ وقت دیگه حاضر نیستم وقت بذارم ببینم. تلویزیون و توی وسایل ارتباط جمعی خودمون راست نمیگیم و پیچیده حرف میزنیم و به زبانی که بعضی وقتا شبیه زبان زرگری میشه حرف میزنیم. الیکا صالحی هستم. اخبار آپاراتچی رو با هم ببینیم. هفته سینمای ایران اثر گرفته شدن پروژه مسعود کیمیاییه که اتفاق مهمی که توش افتاده پیوستن پرویز پرستویی به این پروژه است برای ایفای نقش اصلی. اسم فیلم قاتل اهلیه. پرویز پرستویی بالاخره طلسم رو شکست و توی فیلم یک کارگردان از نسل اول قراره که بازی بکنه. این اتفاق شاید انقدر مهم باشه که خود مسعود کیمیایی متنی رو در این رابطه منتشر کرد. قاتل اهلی یک سال پیش تولید فقط فیلم نوشت را گذراند. منصور لشکری قوچانی در یک موقعیت سختی قرار داشت. این بنده را کامل می‌خواست با تمام سیاه و سفیدها تا آخر. به دنبال یک جایی من بود. من نگاهم به این فیلم نوشت تمام شده بود. لشکری هنوز به دنبال من می‌گشت. تا شد. اما تا شدم تا شد. دکتر جلال سروش اصل و دانسته قاتل اهلی است. فیلم را می‌بینید. یک آدم تازه که پنهان مانده بود. سخت بود. آقای پرویز پرستویی شد. تا امروز با پرویز پرستویی دیر شده بود. آن تنهای قلدر زرد دیده تنها مانده و مانده تا موسفید کرده و از پا نیفتاده من پیدا شد. پیدا بود. دیر شده بود. قرار بر این است سازهای خود را کوک کنیم تا ارکستر قاتل اهلی آهنگ و قطعه سینمای ملی ما را بنوازد. بازیگران دیگر قاتل اهلی همه از قلب انتخابی صحیح می آیند. در 75 سالگی فیلم قاتل اهلی که نگاه آمده از تجربه های سخت کشیده امروز من است ساخته می شود. مطمئنا این روزا خیلیاتون دارین سریال گیم آف ترونز رو میبینین و یه شخصیتی داره که همتون مطمئنا خیلی دوستش دارین، جان اسنو. خبر مهم این هفته سینمای جهان این هستش که جان اسنو با اسم اصلی کیت هرینگتون قرار توی فیلمی بازی کنه که از گیم کال آف دیوتی ساخته شده. کیت هرینگتون توی فیلم کال آف دیوتی نقش اصلی منفی رو بازی میکنه. به نظر میرسه که خودش میخواد اون قهرمانی که توی فیلم گیم آف ترونز از خودش نشون داده بود نزد مخاطبای خودش از بین بره. توی این هفته دو تا فیلم به اکران سینماهای ایران اضافه شدن. بارکد و ایستاده در قبال. بارکد یه اتفاق ویژه براش افتاده. اینکه توی این 6 روزی که از اکرانش گذشته حدود 665 میلیون به بالا فروش کرده. میانگینی که میتونیم بگیریم یعنی روزی 100 میلیون تومان. یه اتفاق خیلی خوبی برای این فیلم هستش و استقبال ویژه‌ای از این فیلم شده. فیلم بعدی هم که ایستاده در قبال فیلم تحسین شده جشنواره امسال که حدود 175 میلیون تومان تا امروز فروخته. فیلم عادت نمی کنیم بعد از وقفه که توی اکران داشت دوباره چرخه اکران سینماهای ایران برگشته. تا امروز حدود 500 میلیون تومان فروخته که به نظر میرسه اتفاق خوبی قراره برای این فیلم بیفته. فیلم های اژدها وارد می شود و رسوایی دو به روزهای آخر اکران خودشون نزدیک می شود. رسوایی دو تا الان 2.2 میلیارد فروخته و اژدها وارد می شود به مرز 2 میلیارد تومان نزدیک شد. هالیوود یه چند هفته ناامید کننده توی اکران خودش داشت که فیلم‌های دنباله‌دار نتونستن مخاطبین رو به سینما‌ها بکشن. اما وقتی که فیلم کانجرینگ 2 اکران شد، تماشاگرها با سینما آشتی کردن. فیلم کانجرینگ 2 ادامه یه فیلم موفق کانجرینگ 1 که توی این یک هفته که فروخته افتتاحیه 40 میلیون دلاری رو داشته. تجربه‌ای که فیلم کانجرینگ 1 هم پشت سر گذاشته. فیلم
خان جنگ دو برای اینکه بتونه به صدر جدول اکران برسه باید فیلم‌های وارکرافت و نایو سیمی رو پشت سر می‌ذاشت. اتفاقی که تحلیلگرای اقتصادی سینمای هالیوود هم نتونسته بودن اون رو پیش بینی کنن. با اینکه فیلم وارکرافت رتبه دوم جدول فروش سینمای هالیوود رو به خودش اختصاص داده بود، شکست بزرگی رو تجربه کرد. توی مدت اکرانش فقط 24 میلیون دلار فروخت. تهیه کنندگان فیلم پرخرج وارکرافت رو میتونه راضی بکنه فروش جهانی فیلم هستش. برای مثال میتونم بهتون بگم که این فیلم توی چین حدود 140 میلیون دلار فروخت. انسان‌های شریفی قرار بگیرم که جمع شده بودن دور هم برای آزادی 5 زندانی خانم از قصاص و از حبس، مراسم زیبای گلریزان رو برگزار بکنن که به همین مناسبت گروه نازنین سازنده فیلم چهارشنبه که موضوعیتش مرتبط با مسئله قصاص هست فیلمشون رو به افتخار این گلریزان نمایش دادن و بسیار کار زیبایی بود. حقیقت رو تنها خدا میدونه، ولی همون خدایی که حقیقت رو میدونه از حقیقت دل همه شما هم آگاهه. انشالله که ما این شب موفق بشیم این 5 عزیز رو به آغوش زندگی تازهی برگردیم. لادن خانم مصطفی و امیر شهاب خان رضویان با ما هستن به بهانه یک دزدی عاشقانه. آقایون با یه پروژه مشترک چطوره؟ الان همکنون جلوی در سلطه سفید آقا کمال قرار گرفتن، دارن کلید اول رو امتحان میکنن. اولا بگیم به من که هر کدوم نمیدونم کی یا با هم خانم شروع کنم که تجربتون با این روزهای اکران دزدی عاشقانه و فیدبکاش و حالا احوالتون باهاش چطوره؟ شما بگید. من خیلی در جریان نیستم مثل آقای رضویان. شما در جریان اوایدش نیستید. خانم مصطفی خیلی لطف داشت، تو تمام افتتاحیه مراسم چیز مختلف اومدم ولی سفری برایشون پیش اومد و خارج از تهران بودن. ببین، آن چیزی که مشخص میتونم بگم این که وضع سینما حداقل تا امروز تا هفته قبل خوب بود، حال سینما نسبتا خوب بود. از موضوعات مختلفی هم این مسئله نشأت میگرفت. یکیش این بود که خب فیلم های خوب ساخته شده بود، صدا سالونا بیشتر شده بود، روحیه عمومی جامعه به نظر میاد بهتر باشه، شرایط اقتصادی داره به سمت یکم ثبات میره، حداقل اون نگرانی های قدیم نیستش که طرف بره مثلا تو سوپرمارکت یه جعبه روغن نباتی بخره بیاره خونش. یعنی انقدر این نگرانی مثل چند سال پیش نیستش که یک بار دلار از 1000 تومان شد 3000 تومان. خب اینا همش چیزایی که عواملیه که اگر فکر کنیم عوامل فرهنگی و اقتصادی با هم کاملا ارتباط مستقیمی دارن. به هر حال شرایط اقتصادی و سیاسی جامعه به گونه‌ای بود که سینما اوضاعش خوب بود. تبلیغاتی هم که از جم پخش میشد، حالا میگرفتن فیلم ها رو پخش میکردن، تبلیغ میکردن واسه فیلم ها، شبکه جم باعث میشد که بیننده های زیادتری بیان به سینما و فیلم های ایرانی رو ببینن. حالا میگم جم رو میگیم قطعش کنیم، خب قطع کنید. من خودم که تبلیغ ندادم، اونها لطف کردن، حالا به هر شکلی به هر دلیلی تبلیغ پخش کردن. در چنین شرایطی من سوال برام اینجاست، میگم ما چی کار کردیم که رسانه ملی تماشاگر خودش از دست داده؟ خب رسانه ملی چرا باید مردم ها برن ماهواره نگاه کنن؟ به جایی که مسئله اینو حلش بکنیم، بگیم آقا تماشاگر رو چطوری جذب کنیم برای تلویزیون خودمون. و از طرف دیگه قیمت های ناعادلانه که تلویزیون داره برای فیلم های سینمایی. خب یعنی یک بار میخوای یه تیزر پخش کنی به اندازه، یعنی 10 تا تیزر بخوای پخش کنی احتمال نصف بودجه فیلم تو باید بدی در ساعت خوبی اگر چیز باشه. فیلم 1 میلیاردی ساخته شده باشه شما 500 میلیون باید بدی برای که مثلا 10 تا تبلیغ پخش بکنی توی لحظاتی که تماشاگر داره و تو برنامه‌های خاصی که مثل 90 یا چند تا برنامه که ممکنه تماشاگر داشته باشه.
خب وقتی این اتفاق میفته اون قطع میشه، از این ور که شما نمیاد دوستانی که میگن در ماهواره یا شبکه های دیگه پخش نشه، تبلیغ پخش نشه، نمیان بگن خب اینو ما جلوشو گرفتیم، به شما این امکان رو میدیم که در تلویزیون 50 تا 100 تا تیزر رایگان داشته باشی، تلویزیون خودمون. هیچ تهیه کننده مطمئن باشه ترجیح نمیده که تبلیغش از یک شبکه نامعلوم پخش بشه. تلویزیون خودمون هستش، ماشاءالله 50 60 سال هم سابقه پشتشه، کلی هم مدیر داشته و کلی هم کارمند داره و یک بدنه عظیم داره که داره کار میکنه، چندین هزار کارمند. بعد این تلویزیون کمک نمیکنه به سینمای ملی. اگر کمک کنه مطمئن باشید فیلم ها ترجیح میدن که در تلویزیون خودمون تبلیغشون پخش بشه. ولی حالا به هر حال تا الی یوم حاضر من دارم میگم، تا امروز اوضاع نمایش فیلم ما خوب بود، استقبال بودش به نسبت خود فیلم. 1,300,000,000 خورده تا الان فیلم فروخته، راضی هستیم. تا یه حدود یک ماه دیگه امیدواریم که اکران داشته باشیم، کف فروش ما نیفتاده. وزارت ارشاد و شورای صنفی اکران تا حد امکان کمک کردن، ولی خب یه اشتباهات و یک اشکالاتی هم توی سیاستگذاری وجود داره که فیلم هایی که از قبل از عید اکران شدن تا همین الان دارن اینها هنوز بر نداشتن اینا رو، و اینها امکان تنفس به بقیه فیلم ها نمیدن. بعد تا یه فیلم دیگه میاد که نفس بکشه فیلم بعدی اکران میشه. این همون اتفاقی که پارسال توی اواخر پاییز افتاد که دوستان تهیه کننده گفتن فیلم سوزی داره اتفاق میفته. ما داریم دوباره میریم به اون سمت که فیلم ها رو همینطور سعی میکنیم پشت سر هم تون تون اکران بکنیم، که انگار یک وظیفه ای داریم که فیلم ها مثلا 500 میلیون بفروشه، تقریبا به نظمش دور بعدیش بیاد. ناصر کانادا معتقد همه چیز خوبش خیلی خوبش، خیلی خوبه، خیلی خوبش، خیلی خوبه. سینما ریس کرد دور خوبش، خیلی خوبه. ماشاءالله خوبه، دوزدی خوبش، خیلی خوبه. هر سینما خوبش، خیلی خوبه. نگفتی؟ نام گفتم و باید فکر بشه براش و باید اصلا انجمنهایی باشن، صنفی باشن که بتونن ارائه درستی داشته باشن. اتفاقی که در تمام دنیا میفته، شما وقتی ببینید در یه اکران امریکا 4,000 خورده سینما همزمان یک فیلم رو نمایش میدن، این خب خیلی خودش یک پیش تولید عظیمی رو میطلبه. چون میدونم که پروژه های مختلفی رو تجربه کردی، از کمپین های متنوعی که برگزار کردی مثل کمپین سیبیل جواب داد، رسی اون کمپین سیبیل کمک کرد. الان چند هزار تا عکس سیبیلی آمده. من سیبیل مقوایی چاپ کردم، حالا تو کیف هست خواستی نشون میدم، سیبیل مقوایی چاپ کردم، پشتش چسب داره، آدم ها میچسبن عکس میگیرن. 40,000-50,000 تا سیبیل مقوایی چاپ کردم. بعد کمپین عکس با ماکت های نمادهای فیلم با بازیگرا، عکس بازیگرا چاپ کردیم، اندازه واقعی مردم باشون عکس میگیرن برای ما میفرستن. کمپین داب اسمش گذاشتیم که باندهای صوتی فیلم رو در حد 10 ثانیه با تصویر میتونن دانلود کنن، بعد دوباره اجراش کنن برای ما بفرستن، خیلی خوب بوده. کمپینی گذاشتیم، یعنی یک فراخوان انتخاب بازیگر برای فیلم بعدیم گذاشتم، که جوانایی که میخوان چند صحنه از صفحه، دو صحنه از بازی خانم مصطفی گذاشتم، دو صحنه از آقای آیش، دو صحنه از آقای هاشمی، یعنی بازی میکنم برای ما میفرستم. الان خود این یک فیلم مستند خیلی بامزه میشه، یعنی 80-90 دقیقه حداقل فیلم خوب ازش در میاد که آدم ها رویاهاشون اومدن بازی کردن. پس تو بیکار نشستی، برای فیلمت از همه ابزارها و امکانهایی که میتونستین اطلاع رسانی انجام بده استفاده کردی. آخر... اما معتقدی که همچنان این بخش تلویزیونی برای ما اهمیت داره. به هم از راه میرسه، یکی تو سرمون میزنه، جشن و چه میدونم انتخابات و چیزی هم میشه، ماها رو روی صفحه جلو میذارن، بعد که تمام میشه یو هم برمیگرد میبینی هیچ کی نیست، همه رفتن، بعد مثلا میگه من فلانی بودم، میگه بله شما. میدونی واسه همین من همیشه اعتقادم بر اینه که سینماگر بسیار موجود تنهاییه.
در این جامعه ای که شما دارید یک میگی که سینما یک ما میخواییم یک سینمای آزاد مستقل و خصوصی بسازیم، ولی هزار نفر باید بیان در جزئی ترین نگاه خلاقانه شما رأی و نظر بدن و شما اصلا اون استقلال یک فیلمساز و یک سینماگر یا یک هنرمند رو نداری. نه شما همیشه در مزان این هستین که آدمی هستین که نیاز به هدایت داری. نه نه حالا سوای این که نیاز به هدایت داری این که باید ثابت بکنی که کار اشتباهی نمی کنی. یعنی زن بر این هستش که سینماگر داره راه اشتباهی رو میره و ما باید یک نظارتی داشته باشیم، باید همه ثابت بکنن که اشتباه نمیرن. ببین یک وقتی نگاه کن، ببخشید یه وقت میخواستن این فیلمو تبلیغ کنن، پوسترشو میزدن سر یه چوبی که تو شهر میچرخوند چون مردم اینو میدیدن. الان فکر کنم اون بیشتر جواب میده. الان دیگه با این شرایطون با این شرایط میگم در شرایطی که شما میتونی محق هستی به معنی که انسان، به معنی آدمی که یک حق و حقوقی داری، باید شرایط اجتماعی هم بهت کمک بکنه دیگه، سیاستگزار بهت کمک کنه که فیلمتو بتونی خوبتر اکران کنی. یه سری فیلم‌ها به تلویزیون تیزرشو پخش می‌کنه، یه سری پخش نمی‌کنه. بله. فیلم باید ببینن که بگن بعد فیلم ببینید مجوز شعبه پروانه ساخت داره، پروانه نمایش داره، پروانه نمایش هم گرفته تو سینما میتونه نمایش بده. بعد قانون جای دیگری یه جور دیگه عمل می‌کنه. یعنی هر جای یک قانونی داره. بله. این بی‌قانونیه و این تکثر چیز ارگان‌های تصمیم گیرنده برای سینما همین بدبختی رو ایجاد می‌کنه. فیلم‌ها داره می‌فروشه، حالا میگن آقا جلوی شبکه جنب بگیرید باش. حرف من همینه، باز چون اون جمله که گفتم رو دوباره میخوام تصحیح کنم اینجوری بگم، شما وقتی که میگید اگر تبلیغی از یک شبکه ماهواره‌ای پخش میشه بنده مجرمم، فیلم من رو اگر کامل پخش کرده شبکه‌ای به کروات و به خیلی زیاد پخش کرده، اونجا هم بنده مجرمم یا اون که داره پخش میکنه. اگر اثبات شد که اون مجرمه، شما به عنوان آدمی که حامی حقوق بنده هستید، حامی حقوق من سینماگر هستید، حاضرید هزینه دلاری بکنید یک وکیل بگیرید، آقا شبکه های متنوعی که اون ور هست رو که میشه راحت هم پیداشون کرد چون همشون یک هویت دارن، یک جایی ثبت شدن، اونا رو جریمه کنید. پس چرا فقط این ورش بلدید؟ اونجا هم بیاد چیز باشید دیگه، حامی حقوق ما باشید، حامی حقوق من سینماگری باشید که فیلمم رو بدون اینکه یک ریال به من پرداخته باشند میان در در شبکه های مختلف پخش میکنن. شبکه هایی که فقط یه دوربین و طرف نشسته یه مجری هم جنس حراج میکنه، هم پاسخ به مسائل زن و شویی میده، هم تحلیل روانشناسی میده، هم جامعه شناسه، هم کرم ضد چروک چیز میکنه، تبلیغ میکنه. در مورد بعد از 8-9 سال 10 سال بیکاری ترجیح دادم یک فیلم بسازم، فیلم میانه ای باشه، ارتباط با مخاطب بتونه بگیره، ولی از اون مدل فیلمسازی خود من هم خیلی دور نباشه. و ترجیح دادم فیلمی بسازم که مجبور نباشم در گروه هنر تجربه مثلا اکرانش کنم، که در نهایتا اگر بخواد بفروشه 50 میلیون 100 میلیون 90 میلیون چه چیزی بشه، اوج فروش هنر تجربه است متاسفانه. ولی من معتقدم که گروه هنر تجربه فرهنگی ترین رفتار دولت جدید بوده در وزارت ارشاد، که این گروه رو شکل داد که مخاطبان بتونن بیان فیلم‌های متفاوت ببینن و فیلم متفاوت دیدن فرهنگ سازه، سلیقه رو عوض میکنه. گروه سازنده، کارگردان و فیلمنامه خیلی برام مهمه و از همون اولم که فیلمنامه رو خوندم میدونستم کار متفاوتیه. تم طنز رو شما میتونی احساس بکنی در ماجرا از همون اول، حالا از طرح داستان یا فیلمنامه‌ای که میخونید مشخصه، ولی اینکه خب شبیه کارهای طنز دیگه نیست کاملا مشخص بود. فاطمت در یک سرقت بزرگ، آقا جمال بیره همان دوست داشتنی. چشمای من نگاه کن، بیره می رو ببین، بگو گولا کجا. جمال جونیم دو استاد بیبدیل دوزی های موفق و بعضن ناموفق. چکی جان، چکی چکی امان از این دوزی رای مزاهم که نمیذارن این دو دوست یه دوزی عاشقانه رو به راحتی انجام. فیلمی سراسر عشق و رفاقت و دوزی. تو میگی شهاب رضویان چی به سرش اومد؟ میگه 10 سال که بیکار موندم، خب 8 سال بیکار موندم، بعد آمدم این فیلم رو بسازم. گفتم خب پس حالا یک فیلم طنز میسازم با مؤلفه‌های خودم و اتفاقا میبینم خب در حد خودش استقبال شده ازش، 130 هزار نفر دیدنش. فیلم من که در
مثلا پایان هفته میفروخت 25 میلیون تومان، یه برای 89 میلیون تومان تو یه روز فروخت. پس این یعنی که این فیلم اگر شما فضا بدی بهش، چه به این فیلم و چه فیلم های دیگر، بتونی فضایی بدی که عادلانه اینها هم عرضه بشن، خب اون وقت عادلانه تبلیغ بشن، عادلانه عرضه بشن، هر فیلمی مخاطب خودش رو داره. به همون نسبت برای من هم یک کار طنزیه که شاید مال منه، میدونید مال لادن مصطفیه. من شاید مثلا یک کمدی دیگر رو نخوام یا حتی نتونم حتی اجرا بکنم، مثل بازیگرهای توانای کمدی که هستن و من بهشون احترام میذارم، شاید اصلا در توان من نباشه اونجور کمدی کار کردن. و این شکلی که حالا الان اجرا شده به قول آقای رضویان، ادعای این رو نداریم که بهترینه در این نمونه، اما یک چیزی رو میدونیم که به هر حال متفاوته. تماشاگری که میره تو سالن سینما فیلم رو میبینه، میدونه با یه فیلم متفاوت داره روبرو میشه، فیلمیه که کمدی شبیه کمدیای دیگه نیست. و این اتفاقا چیزیه که سینمای ما بهش احتیاج داره. سینمای ما احتیاج داره به گونه های جدید، فرم های جدید. القصه نقطه عطف زندگی این دوتا پسرمو آشنایی با اسی خانوم، یه زن زیبا و فریبنده که به زندگی این دوتا پسرخاله تو آستانه میونسالی رنگ و بوی تازه بخشی. بازیگری اجرای درسته. شما ممکنه از لحاظ دانش و سلیقه در کمال باشی، ولی اجراه مهمه که شما، چون بینندهی که میبینه هیچ چیزی از پس ذهن شما نمیدونه. اون تصویری رو که داره میبینه براش ثبت میشه و اون چیزی که شما اجرا میکنی در صحنه نمایش یا جلوی دوربین، اون چیزی که خاطره سالها برای تماشاگر که داره اون کار رو میبینه میمونه. و اینکه شما یک تیپ رو درست بازی بکنی اتفاقا خیلی کار درخشانیه. اگه یعنی اون قضیه اکران فیلم های خاص و این چیزی که الان به عنوان هنر تجربه وجود داره باعث شده که شما به سمت سینمایی بری که مخاطب عام رو هم داشته باشی، یا این روی کردی رو که شما به عنوان هنر و تجربه داری میگید برای فیلم سازان حالا جوانتر، یا اینکه به هر حال نگاه متفاوتی دارن تا به سمت مخاطب خاص، این رو کافی میدونین؟ نه ولی ببین من میگم آغاز خوبیه، نه من به دلیل اینکه فیلم های اونطوری ببینید، این آغاز نتیجهش قربانی شدن بسیاری از فیلمسازانی هستن که میتونن باقی بمونن و فیلم بسازن. فیلمسازی که در هنر و تجربه فیلمی که الان کف تولید یک فیلم چقدره؟ از 150 میلیون تا 120 میلیون. کدوم فیلم در هنر و تجربه با کمترین میزان بودجه ساخت یک فیلم تونسته بخشی از در واقع هزینه های ساختش رو در بیاره؟ بجز چند فیلم های دیگر در هنر و تجربه موفق نبودن. خب دلیلش هم اینه که به هر حال امکانات سینمای ایران که به صورت دولتی بخشی توزیع میشه به صورت عادلانه توزیع نشده. هنر و تجربه اما داره کمک میکنه به اینکه یک شکل دیگری از عرضه سینما که ممکن نبود ممکن بشه. آره من نمیگم عادلانه است. نه، فیلم هایی که قرار بوده توی در واقع قوطی ها خاک بخوره، فیلم سازی که قرار بود تو خونش بشینه فیلمی ساخته و هیچ جایی رو برای ارائه فیلمش نداشته، فقط یک اکرانی دادن که بگن که آره این فیلم نمایش داده شد، و اون بگه که آره من یک فیلم نمایش داده شده دارم که بتونه چه میدونم حالا در وزارت ارشاد یا پروانه ساخت بگیره، یا مثلا خودش رو به عنوان کارگردان در کانون کارگردانان تثبیت بکنه. و این دردی از فیلمسازی که میخواد فیلمساز متفاوتی باشه در این سینما دوا نمی کنه. محسن امیرحسینی خوشحال که بعد 11-12 سال فیلمش اکران شده، پرفروش ترین فیلم باکس هنر و تجربه هم هست، اما شک دارم هنوز حتی
هزینه های اولی و ابتدایی خودش رو هم تامین کرده. ببین این موزل وجود داره درست؟ نه نه ببین آخه این برمیگرده به همون بحث اولیه‌ای که جم نباید تبلیغ فیلم ها رو نشون بده. ما میگیم که خیلی خب جم نباید نشون بده، کجا نشون بده؟ ما هیچ در واقع آلترناتیوی هم نداریم، برابری نداریم در کنارش قرار بدیم بگیم که آره جم نشون نده ولی کجا نشون بده. آقای رضویان الان چی حالتو خوب میکنه؟ دوباره بگن جم پخش کنه آگهیاتون، حالت خوب میشه؟ اتفاقا بذارین سوال پیامکی و اسمسی این هفتمون همین باشه، دوست داریم همین باشه. خانم مصطفی رو مثلا در 4 کار شاخصتری که در این سالها ازشون تصویر دقیق تری در ذهنمون مونده کنار هم بنشونیم و بگیم که شما کدام یک از این تصویرها رو از لادن مصطفی بیشتر به خاطر دارید، بیشتر دوست دارید، یا او رو در اون فضا موفق‌تر تصور کردید. من فکر می‌کنم که خانم مصطفی رو با روز واقعه که به ترتیبی معرفی شدن به سینما، معرفی جدی‌تر و اساسی تری شد اونجا، یعنی ساخته آقای اسدی روز واقعه، به ترتیب اگه بیایم جلو بعدش باغ فردوس، 5 بعد از ظهر سیامک شایقی، و بعدش تصویر حساب خانم میلانی، و بالاخره یک دزدی عاشقانه امیر شهاب‌خان رضویان. این 4 رو کنار هم بذاریم با همین ترتیب و 1, 2, 3, 4 به 30, 38 پیامک کنید. خود شما از این 4 که من گفتم کدومو اگه قرارش انتخاب کنین، کدوم لادن رو بیشتر دوست دارین؟ وارد می شود بانی حیری یکی از کارهای متعدد دیوانواری که کرده اینه که 2 کاملا مختلف و یه کاری کرده که می دونسته قاعدتا باش خیلی شدید مخالفت میکنن. یکی اون تیفی که سینما رو از ور اخلاقی می بینن، ما کجا حق داریم به تماشاگر مثلا این رو بگوییم، کجا حق داریم دروغ نباید دروغ بگیم، اینا که اینا با اون بخش ماکیومنتاری فیلم، بخشی که وارد این میشه که ما فکر کنیم فضا مستنده و خود مانی حقیقیه و مادرشه و دوتا آدم سیاسی هن و اینا دارن حرف میزنن، ما حق نداریم به تماشاگر دروغ بگوییم. این بخش که خب در ابتدایی ترین واکنش میشه گفت که مثلا زلیگ وودی آلن رو ببینید یه ذره حرامزادای لعنتی تارانتینو هیتلر رو کشت، هیتلر رو دوباره میکشه، یعنی یه ذره به گذشته یه سینما و اینی که فریب تا چه میزانی میتونه مبنا باشه. در ساعت 11 شب چهارشنبه هفته گذشته جن در آقای مددت خلوب کرد. بسر آتا پرش با اول بسر خود میدونی. دومیش اینه که اون طرف این بخش، این بخش ماکیومنتری که میخواد بگه این داستان غیر قابل باور واقعیست، اون طرفش کاملا برعکسه، یعنی به آستانه فانتزی، به سورئالیسم نزدیک میشه، زمینه‌هایی از رئالیسم جادویی و داستان‌های مربوط به ارواح اونم تو منطقه جنوب ایران که بحث جن و اینها همچنان مطرح بوده میپردازد. در نتیجه اون بخش رئال پسند امروزی در واقع سلیقه سینمایی در ایران باهاش مسئله پیدا میکنه. مسئله در واقع اولین نکتهش اینه که نمیتونه هضم کنه، یعنی میگه چه خبر شد، بادکنک ها چی هن، وجود داشتن رو میشکنه. همونطور که تو میگه یه عده اصلا باور نمیکنن بشه مثلا توی یه فیلمی اسم در واقع فیلم خشتوانیان رو آورد، داره راجع به ساواک صحبت کرد، راجع به فدایان اسلام صحبت کرد، حزب توده صحبت کرد، همه اینا تخیلی باشه. اینو اصلا نمیتونه هضم بکنن به خاطر اینکه سالا با این مفاهیم زندگی کردن، برای بچه‌هاشون دارن تعریف میکنن. من فکر کنم برای اینکه این اتفاقا به ما نزدیک بوده تا یه حداقل برای بخش از منتقدان ما نزدیکه، وگرنه مرحوم حاتمی هم در واقع همین بلا رو سر دوره قاجار و دوره اول پهلوی آورد. ما تو فیلم مادر، تو فیلم، تو سریال هزار دستان، توی کمال الملک، خیلی از اتفاق بدتر از همه دلشدگان یا بهتر از همه دلشدگان، و حتی گاهی اوقات فاصله های زمانی 70-80 ساله رو به هم بس میکرد، یه کاراکتر رو از این دوران میاد. البته اون موقع هم نقد در قالب اولین چیزی که به ذهن میرسد همین عکس العمل رو نشون داده. الان داریم میگیم که چقدر کار، من فکر کنم سینما به هر حال کارش همینه دیگه. سینما برای شما ایجاد توهم، ایجاد یک فضای خارج از
زندگی واقعی سینما در بهترین کارکردش همین، چون تخیله و به نظرم مانی حقیقی تونسته این تخیل رو با استفاده از فکت‌های تاریخی خیلی خوب انجام بده. نکته جالب دیگرش از سوی اون فره، یعنی وقتی که فیلم اینقدر میتونه پرهیجان و فانتزی و پرتعلیق خیلی پرتعلیق و هیجان برانگیز باشه، خودتو شروع شد داستان صدا بردار فیلم در وجود من که وحشت صدا گذاری فیلم خشت آینه ناپدید شد و رفته. آقای سعید جهانگیری بویا زنده سعید جان، یه آدم ویژه‌ای و زیرکی. تنها کاری که تو اون چند ثانیه میتونستم بکنم این بود که حالیشون کنم هوا پس دارم میبرم سرشون رو ببرم. من الان بگم دیوونه بود شما قبول نمیکنی که مصطفی سمیر رو میشناختی؟ من به هیچ کس نشناسم، من صیاد کوسه تو دیدمش فهمیدم ماجرای خودکشی صحنه سازی باشه، پشته بودنش ماجرای حقیقت. ما منتقدای جوونی داریم که شیفته سینمای آمریکا هستن، یعنی همیشه میگن فلان فیلم آمریکایی، فلان فیلم آمریکایی، از جیمز کامرون، فینچر، و حتی تلفیق واقعیت و وهم توی تلفیق وهم خیلی شیفته این اتفاق هستن. حتی تارانتینو میگه همونطور که گفتم خب ما با تکلیفمون با حرامزادهای لعنتی مشخص کنیم، تو این فیلم هیتلر رو میکشن و کارگردان به ما نمیگه من با تو شوخی کردم، فیلم تا آخرام ادامه پیدا میکنه، داستان داره برات تعریف میکنه. اینا در مقابل فضای تهاجمی فیلم گارد گرفتن و انگار که ته ذهنشون بعد از 30 سال فیلم دیدن، بعد 20 سال فیلم دیدن تو این فضای سینما ایران، پس ذهنشون دنبال همون معناهای اخلاقی، همون دیدگاه معصومانه فروخورده کدر در واقع سینمای نوع سینمای ایرانی میرن، حتی در ابعاد تصویرسازی، یعنی که چرا وسط این بیابون فیلم اینقدر خوشاب و رنگی؟ آره خوشاب و رنگی براشون مشکل شده کرده. انگار که میگم این سینمای ایران یک نوع تماشاگر تربیت کرده که هیچ، منتقدای خاص خودش هم داره تربیت، حتی منتقد که حتی با اینکه فیلم روز دنیا میبینه هنوز درگیر اینه که پچرا اینا اینطوری هن، چرا اینقدر تیپه، چرا شولته اینقدر قشنگه، چرا تیپا غیر واقعی هن، کلاهاشون، من دوست دارم کلاهاشون رو بدوزم. فیلم خیلی خوشاب و رنگه، بله فیلم خیلی خوشاب و رنگه، اینو قبول داری امین؟ حالا ما بله. ما بحث نمادهاشو نمیخوام وارد شیم، چون نمادها واقعا یک چاه ویلیه که خدا میدونه به کجاها میرسه. آره آدم اصلا نمیدونه، آدم تلفیقی از شوخی با تماشاچی و در عین حال جدی گرفته. بله یعنی آدم میتونه که تو به هر سمتی تحلیل تفسیرها شرکت کنه و ممکنه تحلیل تفسیرام خطرناک باشه. تو من وارد بحث نمادها نمیشم، ولی تو خود استتیک ماجرا که داریم میگیم یه موضوع همینه که از یه جهت خیلی استثنایی فیلم استثناییه، این که همه اجزای تکنیکیش به تنهایی به چشم میان، موسیقی شگفت انگیز کریستوف رضایی در فضا سازی، فیلم برداری به کاری که اومن به معنیش کرده که در حد شوخی بود که بهش توجه نشد توی جشنواره فجر و اینها، و طراحی فیلم چه در هر دو بخش لباس و صحنه. و معمولا وقتی از این چیزا حرف میزنیم توی بحث نقد سراغ جنبه هایی داریم میریم که به زور بگیم ببین فیلم این چیزا رو داره و خوبه و تو رو خدا به این چیزای تکنیکی توجه کن، در حالی که همه اینا با وجود اینکه مجزا دیده میشن و تماشاگر قشنگ موسیقی رو میشنوه، بافت تصویر رو میبینه و غیره، در این حال انقدر این کلیت یک پارچه است که به راحتی میتونست شبیه فیلمایی باشه که من اصطلاحا میگم خیلی قلفتیان، یعنی اجزای تک تک جداگانه تکنیکیشون خیلی به چشم میاد. این خیلی ویژگی استثنائیه، موویه، یه مووی برات تولید کرده و خیلی خیلی هم باز خود همین ریسک بزرگیه. یعنی مثلا مانی حقیقی در جلسه ای که توی پرده سینمایی داشتیم و اینا، وقتی که سوال کرده بودن میگفت که اون کت عجیب و غریبی کاراکتر کیوان حداد مثلا صدا برداره فیلم خشت آینه که احسان گودرزی بازیش میکنه پوشیده، اون کت رو که نگار نعمتی طراح آورد، من فصل و ما یکی دو ماه این بر اون بر کردیم که بشه از اون کت استفاده. یعنی در این حد شما استتیک تصویر فیلمت برات مهمه، در حالی که تماشاگر از یه وری درگیر تعلیقای داستان قرار بشه. اینه که من میگم یه فیلم همه جانبه است، یک فیلمی که یک پارچگیش از دل آشفتگی در واقع داستان به هم نمیخوره، و در این حال خورده داستانهای خیلی جذاب، مثل اینکه یه آدمی اگر من در بستر بیماریم و صدای تنفس من رو ضبط میکرده، خب معلومه که آدم
یک زن عاشقش میشه، تا خورده داستانهای مربوط به ساواک، تا بخش مربوط به خود در واقع ماورا و طبیعه و فیلمو یه کارگردان خوش سلیقه ساخته. نظام سلیقه‌ش رو تو میزانسن، توی لباس پوشیدن، توی انتخاب بازیگرا. حتی من میخوام در واقع یه تبریک جدا بگم برای استفاده یکی از امیر جدیدی شد. من جدیدی تو رخ دیوانه که دیدم فکر کردم یه بازیگر تلف شده است، ولی اینجا به یک ستاره تبدیل شده که الان قابل مقایسه با همه ستاره‌های سینما ایران. و انتخاب خیلی دور از ذهنی هم هست. بله. برای اینکه با شیوه بیانی که داره کاملا بچه امروزی ها میخوره، اینکه بگی آقا یک مامور اون دهه رو میخوای به این بسپری و به نظرم در واقع اون شکل فیگوراتیو یک قهرمان نوار رو اجرا کرده. ولی همایون غنی‌زاده اصلا انتخاب عجیبیه. آره انتخاب تئاتری خیلی انتخاب خوبی بود، واقعا انتخاب خوبی. جن دارید جن مال شما هست، با من کاری نداره. از اینجا برو. اژدها وارد می شود. فیلمی ساخته مانی حقیقی. خانم و آقایان خوش آمدید به بخشی که بنده افتخار دارم کنار بهروز خان افخمی نشستم و گفتگوی ویژه آپاراتچی رو در این هفته تقدیم شما میکنیم. آقا خیلی خوش آمدید. مخلصی. محبت کردین، وقت گذاشتین، با انرژی و سرحال پیش مایی و میدونم که شما این روزا خیلی پرماجرایین در سینمای کشور ما. یعنی یکی از چهره ها و نام هایی که دربارش خبر و نمیدونم نقد و نظر و مخالفت و موافقت و هورا و اینا مرگ بر مرده باد زنده باد داره، بهروز افخمی است. این روزا چرا اینجوری شد؟ دفعه اول نیست که شما احتمالا سابقه من رو داری، هر چند خیلی دفعه یه حرفی میزنم که بعد چنان آشوبی درست میشه، بعد خودم میگم من منظورم چی بود، اینا چی میگن. این چیزه، این جست شماست که بعدا بگی من منظورم چی بود، اینا چی میگن. نه واقعا، یا آگاهانه بعضی وقتا یه موجی روی این برکه ایجاد میکنین که نه، البته معمولا نتایجش بدم نمیاد، ولی خب خیلی مواقع کاملا قضیه رو وارونه میفهمن دیگه. مثل همون موردی که در 15 سال پیش اومد تو مجلس با نطق اولم، که خودم از رو نگرانی گفته بودم که بچه های من میخوان برن امریکا و خیلی اصرار میکنم من که بریم امریکا زندگی کنیم، و وقتی من از یکیشون که اون موقع 11 سالش بود پرسیدم که واسه چی میخوای بری امریکا، گفت برای اینکه اصل همه چی اونجاست. و من همین رو عیناً نقل کردم توی نطقم تو مجلس، منظورم هم واقعا همین بود، یعنی همون چیزی که گفته بودم عیناً از بچه‌م شنیده بودم، اونجا کاملا برعکس فهمیده شد. یعنی اینجور فهمیده شد که من منظورم این است که خودم میخوام برم امریکا و به نظر شما مثلا به نظر من اصل همه چیز اونجاست. خب البته مثلا اصل سینما اونجاست، ولی اصل همه چی اونجا نیست. بعدش هم هرچی من دوباره توضیح دادم که نه بابا، من خودم نگران شدم وقتی از بچه هم یه چیزی شنیدم، نگران شدم که بچه های من چرا باید اینجوری شده باشن که فکر کنن که تو امریکا بهتر زندگی میکنن از ایران. منتها دیگه کاری نداشتن، یه جعبی را افتاده بود و همینجوری. چون مثلا شنیدن این جمله با کت شلوار وکیل مجلس مثلا یه ذره بیاد از تریبونه مثلا مجلس. خب این دفعه که مثلا راجب اینکه کن جشنواره ایه که به فیلم های دگرباش و همجنس خواهانه و نمیدونم زندگی های انحرافی امتیاز میده، یعنی صرف نظر از ارزش های سینمایی، اونا یه به اصطلاح یه یار تو دلشون دارن فیلم اینجوری باشه. خب این حرف نه غلطه، نه خلاف واقعیته، نه کسی میتونه انکارش کنه، ولی کاملا به نظر میاد که یه جوری برعکس فهمیده شده. یعنی به نظر میاد که من خواستم بگم که مثلا کن اینطوری است، در حالی که کن اصلا اینطوری نیست، یا اینکه نمیدونم چه چیز دیگه ای پشت حرفم فرض شده و فکر شده که باعث شد یه شلوغ عجیبی بشه. و
من خودم به قول خودم مونده بودم که من منظورم چی بود. من خب حرفم خیلی روشنه، ساده گفتم. هر کیم که فکر میکنه که خلاف اینه بگی خلاف اینه، نیست اینجوری. آخه شما خیلی قرائن و شواهد ویژه‌ای هم براش فرصت نشد که اونجا ارائه بدین ضمن این چرا دیگه کردین مثلا؟ نه اتفاقا سه چهار سال پیش که اولین بار من این حرفو زدم در ارتباط با فیلم گذشته فرهادی بود، سه سال پیش که توی کن با وجود اینکه همه میگفتن فیلم بهتری است از آبی گرمترین رنگ است، جایزه رو آبی گرفته بود و همون موقع من فکر کردم که البته فکر میکنم دیگه گذشته رو دیده بودم وقتی اینو نوشتم که شاید اون میل گذشته جایزه رو به یه فیلم لزبیان باخت که فیلم خوبی نبود. یعنی همه کسایی که فیلمو دیدن میگن که ارزشش سینماییش با گذشته قابل مقایسه نبوده. همون موقع هم مثلا مانی حقیقی برداشت توی وبلاگ شخصیش مثلا اینکه نوشته بود که این فالانج خشک مغز نمیفهمه که این جشنواره کن ربطی به مثلا پروتکل و از پشت هدایت شدن و اینها نداره. هفت داورن اونجا، دموکراسی حاکمه، رای میدن و تصمیم میگیرن اینا، که من نمیدونستم مثلا مانی همچین حرفی زده. بعدم به من گفتن که تو وبلاگش همچین چیزی گفته. منم تلفن کردم به خودش، گفتم که اولا که من فالانج خشک مغز نیستم، حزب اللهی خشک مغزم. فالانج خوشمغزم با حزب الله خوشمغز فرق می‌کنه. اینا با هم یه دوره اصلا تو لبنان جنگ کردن، تو تفاوت بین این دو تا رو انقدر نمی‌فهمی. گفت که نه خب من سمبولیک گفتم و اینا. گفتم خب یعنی منظورت اینه که جرئت نداشتی بگی حزب الله یا خوشمغز؟ سمبولیک گفتن یعنی اینکه جرئت روشو نداشتی که صاف بگی که من چه کارم. ولی اینی که من گفتم و میدونی که مثلا عباس کیارستمی هم شدیدتر از این گفته، مثلا گفته که بر چهار گوشه فرهنگ در اروپا یهودیا، نه حتی نگفته صهیونیست‌ها، توی برج‌های تیر نشستن و شوخی هم ندارن، یعنی کاملا مسلط و مراقبند. گفت که خب حرف بی خود زده، آدم هایی که پیر میشن خنگ هم میشن اینا. گفتم که فرهادی هم یک چنین چیزی گفته بعد از اینکه گذشته اون اتفاقات براش افتاد، یه چیزی مثلا خیلی با گلایه تو همون روزای بعد از نمایش گفته و مضمونش هم این بوده که اینجا روزنامه ها و نمیدونم میدیا به صدا تلویزیون و اینا رو کاملا صهیونیست‌ها اداره میکنن و هیچی نمیشه درباره اسرائیل گفت، کاملا تحت کنترل و اینا. گفت خب من نمیدونم چرا اینا وقتی به همچین به یه موقعیتی میرسن فوری شروع میکنم پرت و پلا گفتن. و منم برداشتم همه اینا رو نوشتم توی یاد داشتی در باید کنار هم چیدی. آره یعنی همه گفتگومو با مانی حقیقی نوشتم و چاپ شد. ولی موضوع کهنه بود، یعنی موضوع اینکه جشنواره کن به فیلم های همجنس باز، فیلم های خلاف مثلا عرف اخلاقی یه امتیاز خاص میده و اینکه در شرایط مساوی وقتی دو تا فیلم از لحاظ ارزش‌های سینمایی برابر باشن اون فیلمی احتمالاً جلو میفته و جایزه رو میبره که یه خورده خلاف عرف، خلاف مذهب و خلاف اخلاق باشه. این چیزی بود که من 3-4 سال پیش گفته بودم، سر جایزه نگرفتن گذشته هم گفته بودم که فیلمیه که دوست دارم، میپسندم. ولی موضوع انقدر کهنه نیست که به عمر مثلا گاوخونی و شرکتش تو جشنواره کن برسه. یعنی این نتیجه جدیدتریه که شما گرفت، دریافت جدیدتریه. خب نه، ما در واقع موقعی که کن به یعنی گاوخونی رفت به کن، من دومین بارم بود که با گاوخونی دومین بارم بود که به کن میرفتم. یکی دو سال قبلش رفته بودم و هنوز اونقدر مسلط نبودم به اوضاع احوال کن. البته همون یکی دو سال قبل هم اتفاقا تو اون فیلم، تو اون سالی که ما تو جشنواره بودیم، همینجوری به عنوان مهمان شرکت کردم، فیلم نداشتم تو جشنواره. یه فیلمی بود به اسم Velvet Gold Mine که اونم باز موضوعش همین موضوع روابط به اصطلاح غیر معمول و همجنس بازی و اینا بود. خیلی هم تحویل گرفته شد، در حالی که من خیلی با حیرت فیلمو وقتی نگاه کردم اصلا فکر نمی‌کردم که فیلم جدی گرفته بشه و ارزشی براش قائل باشن. ولی بعد دیدم که نه، اصلا فضای جشنواره کاملاً
فیلم رو خیلی با گرمی تحویل گرفت. اگه فرهادی به عنوان یه فیلمسازی که یه کمی خلاف جریانات تحمیلی مثلا نهادهای سینمایی و نمیدونم سازمان معاونت سینما، آنچه در سینمای ما همیشه یه باید و نبایدهایی داشته، معایزیهایی داشته، بکن نکنهایی داشته، پسر حرف گوش نکنه این سیستمه و یه فیلمی ساخته که میتونه تو کن بره و دیده بشه و بولد بشه و هورا براش بکشن، درست تو همین لحظات که لحظاتیه که ظاهرا لحظات پوز دادن و لحظات تو اوجه و این حرفا، اشاره شما دوباره به این که میتونیم راجع به جشنواره کن به قول شما حرف جدیدی هم نیست مفصلا بشینیم گپ بزنیم که کن اصلا روی کرداش چیه، گرایشاتش چیه، سر فصل مناسبی راجع به هر جشنواره میتونیم، ولی توی این لحظه که انگار یه جوری مثلا عموم مردم و فضای جامعه و اینا همه خوشحالن از اینکه یه اتفاقی برای سینما افتاده، ولی اینکه بهروز افخمی اصلا جشنواره رو دوست ندارد و به نظرش این همچین اتفاق ویژه‌ای هم نیست، اما درست تو این لحظه اوج گفتن این حرفه یا اشاره این حرفه یه ذره مثلا نمیدونم نگم بی‌ذوقی ها، برای اینکه شما آدم بی‌ذوقی نیستی، اما مثلا یه سوزن تو این با چرخه کردن که یه ذره حالا یه سوزن به باد کنک زدن، آره مثلا بادش هم در بره و اینا. نه اولا که اون حرفو من در واقع قبل از اینکه نقطه اوج اتفاق بیفته و فرهاد جایزه رو بگیره گفتم و فکر میکردم که میتونه تأثیر داشته باشه رو اینکه فرهادی جایزه رو بگیره، برای اینکه همین فضا و منتقل شدن همین حرف به فضای جشنواره کن که شما متهمین به اینکه فیلم قبلی فرهادی رو نادیده گرفتید به دلیل اینکه یک فیلم لزبیان رو تحویل بگیرید، همین میتونه روی هیئت داوران تأثیر بذاره، به خصوص که یه داور ایرانی توشون بود و من میدونستم که اونجا بچه های ایرانی هم از میرکریمی تا خیلی های دیگه که اونجا بودند میتونن این حرف رو منتقل کنن و از این فضا استفاده بکنن، حتی یه خورده مبالغه هم بکنن، یه خورده فضا سازی خیالی هم بکنن برای داورا، منتها این چیزی نیست که از لحاظ آدمایی که اینجا با اینترنت و با اینستاگرام مشغولن اصلا قابل فهم باشه، یعنی عقلشون انقدر نمیرسه که مثلا فکر کنن که یه همچین حرفی ممکنه خودش تا حدودی باعث شده باشه که فرهادی جایزه رو بگیره، یعنی جشنواره کن متوجه بشه که در معرض این اتهام هست، یعنی آگاهانه مجروم برکه ایجاد کردن است که گفتم گاهی وقتا هم شما نظر مثل اینجوری هم نیست که بعدم بگه من چی گفتم نه چی فهمیدم، این که اینجا کاملا مطلب کج فهمیده شد و سیاسی فهمیده شد و سیاسی بازاری و چیپ فهمیده شد و هیچ کس به این اظهار نظر قبل از جایزه فرهادی اشاره نکرد، یعنی این اظهار نظر قبل از چرا بوده. چرا همون موقعی که من این حرفو زدم که یه هفته بعدش فرهادی جایزه رو برد همون موقع جنجال شروع شد، حتی موقعی که ما برنامه هفتی رو ساختیم که توش سوابق غیر قابل انکار جشنواره کن رو هم نشون دادیم هنوز فرهادی جایزه رو نبرده بود، دو روز سه روز بعدش برد، منتها اینجا میگم کسایی که خودشون رو خیلی هم آزادی خواه و اهل آزادی بیان میدونن واقعا دهاتی هن اکثرشون، یعنی از لحاظ عقل سیاسی و عقل درباره دموکراسی دهاتی هن ها، یعنی یه مشت آدم زورگوی کمسواد پرمدعای وقیح هستن که خودشون از همه آزادی خواهتر میدونن، خیلی خنده دارن مجموعا. یکم گافخونی ببینین برگردین راجب این حرف بزنیم. تو لاله زار را برم با دل برم این ور و اون ور برم از راه نارنج سون از راه نارنج سون میخوام برم لهستون های دیرلنی لای درای لای درای راستشو بگو تو زنده ای؟ بله زنده هم بیام تنها کن اولش اعتراف بکنم که من گاوخونی رو ندیدم متاسفانه و رمانش هم نخوندم و اینجا بهروز خان افخمی میتونه که هر جا دلش خواست ما چه منو بگیره من رسوا کنه و بگه تو که ندیدی چرا این حرفو میزنی، ولی سعی کردم از گفته ها و شنیده ها و نقد و نظرها یه تصویری ازش داشته باشم. نه همین اشتباه میکنی، یعنی گاوخونی رو اگه ببینی به نظرم متوجه میشی که داستان خوب و گیراییه و اگر قرار باشه که من
به عنوان کسی که قصه تعریف میکنه و فکر میکنه که قصه های خوب رو باید برای مردم تعریف کنه، قصه خوب گیر بیاره و تعریف کنه، ارزیابی بشن. من فکر میکنم که از زمان سریال کوچک جنگلی تا الان تفاوتی نکردم، همچنان در حال قصه گفتم بودم موقعی که دارم فیلم میسازم. البته خب موقعی که آدم مثلا نماینده مجلس میشه اصلا یه کار دیگه داره میکنه، و از اون نظر اگه بگی که مثلا به لحاظ سیاسی تغییر کردم، خب معلومه تغییر کردم، به خاطر اینکه تو مجلس خیلی چیزا دیدم که اصلا فکرش نمیکردم و ممکنه که تغییر مواضع سیاسی داده باشم، ولی البته از اون نظرم اونقدر که خیال میکنی تغییر نکردم. من در واقع همون یکی از دار و دسته سید مرتضی آوینی هستم، یعنی بچه های سوره که اون موقع نه اصلاح طلب ها قبولشون داشتن نه اصولگره ها، و اینا هم نه اصلاح طلب ها رو قبول داشتن نه اصولگره ها رو، یعنی متقابلا هم دیگر رو قبول نداشتن. ولی به هر حال موقعی که فیلم میسازم اصلا به نظرم تکلیف فیلمسازی و داستان پردازی از این حرف ها جداست کاملا. موقعی که شما یه داستان میپردازی، یعنی داستان که ممکنه قبلا هم تو یه شکل دیگه نوشته شده باشه مثل گاوخونی، میخوای فیلم کنی، به نظرم باید کاملا خودتو حل کنی توی فضای داستان و ببینی راه تبدیل کردن این به فیلم چیه. هر داستانی هم اگه داستان واقعی باشه و داستان اصیلی باشه، یه راه خاص و کاملا متفاوت با داستانهای دیگر رو پیشنهاد میکنه. بنابراین به عنوان کسی که در واقع علاقه اصلیش داستان پردازی است و تعریف کردن داستان هاست، فکر میکنم که همیشه داستان هایی رو پیدا کردم و سعی کردم تعریف کنم که راه تعریف کردنشون راه سختی بوده و برای خودم یه جور ماجراجویی بوده. از کوچک جنگلی بگیر تا عروس، تا نمیدونم روز فرشته، تا مثلا شوکران و گاوخونی، فکر میکنم همه اینا داستانایی که اصلا تعریف کردنش سخته. یعنی آدم وقتی فکر میکنه که اینو چه جوری برسونه از مقدمه به نتیجه، با یک مسئله پیچیده از لحاظ پرداخت و کارگردانی روبرو میشه. نه، من قصدم این بود که خارج از تمرکز روی فیلم ها و نقد فیلم ها که چون ندیدم نمیتونم واردش بشم، میخوام بگم اون سالها با کمی اختلاف، حالا دو سال قبل‌تر و دو سال بعدتر، انگار یه دهه‌ای شد برای شما که توش راجب خیلی چیزا تجدید نظر کردی، بازنگری کردی، ماجراجویی کردی. ماجراجویی با تجدید نظر فرق میکنه. ببین من یه چیزی بگم، همین الان از همین صحبتی که ما داریم میکنیم معلومه، چون فیلم ها رو ندیدی منو داری به عنوان یه شخصیت مثل یه بازیگر وارسی میکنی. علاقه همینه که بیشتر رو خود شما حرف بزنیم. من چیزی که هیچ وقت علاقه نداشتم این بوده که به عنوان بازیگری سلبریتی به اصطلاح راجب خودم صحبت بکنم یا میل داشته باشم که خودم مثلا مشهور بشم. شما ترجیح میدید که راجب آثار حرف بزنید؟ آره، من ترجیحی هم این بوده. البته اتفاقی که برام افتاده همون اتفاقی است که اصلا پیش بینی نمی‌کردم یا ازش میترسیدم، یعنی خودم تبدیل شدم به مثلا یه چیزی شبیه بازیگر یا شبیه سلبریتی. یکی از بدترین اتفاقاتی که میتونه برای یه فیلمساز بیفته، فیلمسازی که مثلا میخواد یه جور استقلال داشته باشه در کار هنری، کار داستان پردازی، کار فیلمسازی، این است که تبدیل بشه به سلبریتی. تقریبا همه فیلمسازایی که تبدیل شدن به سلبریتی نتونستن از زیر بار این فشار سلبریتی بودن در بیان و یه جور شخصیتی و استقلالی برای خودشون حفظ بکنن. آقا سلبریتی یه وجهی از مختصات شهرتش میتونه محبوبیتی باشه که بهش عد میشه، که خب این محبوبیت با چیز میکنه دیگه، باعث میشه شما اصلا این محبوبیت برد نه تنها اهمیت نداره که انگار گاهی وقت آدم به نظر میرسه که شما جنگ داری باهاش. سعیمو میکنم که هیچ تأثیر روی من نداشته باشه، یعنی شخصیت خودم رو حفظ کنم، یعنی سعی میکنم مقاومت کنم در باره این که وادارم میکنن، دارن سعی میکنن وادارم کنن به این که خودم باشم، به اون خودمی که اونا انتظار دارن. یعنی اصلا از سلبریتی انتظار دارن که اون چیزی باشه که هوادارانش میخوان. بعد خیلی از فیلمسازا اصلا فکر میکنن که این طبیعیه. مثلا من یه چیزی خوندم از یکی از این فیلمسازای جدید امریکایی، فکر میکنم رودریگوز بود، که گفته بود که هوادارا از من انتظار دارن که فیلم بعدیم فلان باشه.
یعنی کاملا به نظر میاد که خودش فکر میکنه که چیزی بیشتر از سلبریتی نیست و باید ببینیم که هوادارا از ما چی میخوان همونو براشون اجرا بکنیم. به هر ساز هوادار رقصیدن این چیز میشه مثلا کاملا آدمو ممکنه که نابود بکنه. بعضیا هستن که خودشونو همون در حد سلبریتی میدونن و در این حال کارگردان هم فیلمسازن، ولی قطعا فیلمسازای با ارزشی نیستن، چه کسایی هم نیستن که بمونن، چنان که همین رودریگوز الان نمونده. اون فیلمای اولیه‌اش که میساخت یه امیدهایی رو ایجاد کرده بود، ولی الان تبدیل شده به یک مثلا بساز بفروش تو کار فیلمسازی. من میخوام بگم که اگر که اتفاقا بهروز افخمی فیلمسازی که ما ازش مجموع فیلمای رو در اون فصل قبلی که شما میگی خیلید اتفاقا تفکیک نکنیم، فصل خیلی هم عوض نشده، داشتیم آدم سلبریتی بوده، آدم خبرسازی بوده، آدمی بوده که راجبش حرف میزدیم، فکر میکردیم، فیلم دیدیم، نقد میکردیم. اما بعد از این دوره به جای این که ما با یک فیلم شاخص، نه واقعا اینکه وجود نداشته ها، با اون روند فیلمسازی که میتونه این فیلم ها ما رو هی ارجاع بده به نگاه بهروز افخمی، به طرز زندگیش، به طرز نگاهش به جهان، ما رو با اون ماجراجویی هاش هی به اسم افخمی ارجاع داده شده. ببین شما یه جایی میگی مثلا یه جایی اصلاح نظر بارها اینو داشتی که آقا منتقدا خیلی موجودات الان دارم نقل مضمون میگم موجود جدی برای فیلم سازا جدی، برای فیلم سازا هستن، برای مخاطبا خوبن که کمک کنن تحلیل کنن. اما رفتاری که شما توی این سالها داشتی، نه اینکه خود شما تو پوزیشن یه آدم منتقد باشی یا اتفاقا در مجلس که بودی این نشانه ها در رفتار شما دیده میشده به عنوان یک آدم منتقد تو فضاهای سیاسی اجتماعی عرصه فرهنگی، بعد با نوع کارهایی که انتخاب کردین و ساختین بعدش، بعد با برنامه هفت، با حمایت ویژه از کاراکتری به اسم مسعود فراستی که تازه با یه سابقه تو ذهن بیننده ها از تلویزیون یه جایی رفت و دوباره با اصرار و یا حمایت شما برگشت، حضور داشت. و اگه یه روزی جیرانی تو گفتگوهاش یه جایی مثلا حواسش بود فراستی رو مثلا مدیریت هم بکنه، کنترل بکنه، شما دیگه اینم نداشتی، یعنی فراستی رها کردی با شمشیر برهنه تو جمع و وسط معرکه. فراستی جزو بچه های سوره است دیگه، میدونی جزو بله بچه های سید مرتضی آوینی. بله بله بله، کسیست که توی سوره هم همین مقاله های تندو مینوشت. اون موقع من توی سوره بودم، منم توی سوره مقاله مینوشتم. من البته در شرایطی نبودم که بگم که مسعود فراستی اونجا کار بکنه یا نکنه، اونجا سید مرتضی تصمیم میگرفت، ولی من هر وقت که بالاخره موقعیتی داشته باشم که برنامه مثل هفت بسازم، قطعا فراستی رو به عنوان مثلا همراه اصلیم انتخاب میکنم. و این باز موضوعی که مربوط میشه به 25 سال 30 سال پیش، یعنی شروعش مال همون دوران سور است. هیچ واقعا تفاوت جدی اتفاق نیفتاد. متوجه ارزمن شدین؟ من میخوام بگم که این رفتارها باعث شد ما هی بدون اینکه اثری از افخمی بین من و او باشه و من از مسیر این اثر راجع به افخمی حرف بزنم فکر کنم. خب به خاطر اینکه ندیدی. ببین من مستقیما راجع به افخمی حرف بزنم. خب افخمی هفت، افخمی وکیل مجلس، افخمی که مثلا میره خارج از ایران هم تجربه فیلم سازی داره. خب من تقصیر من چیه که تو فیلم های منو ندیدی؟ چه فضایی به وجود اومده که تو فیلم ها رو ندیدی و یا دیگران ندیدن؟ من دور بودم از اون فضا. نه اصلا هیچ کس ندیده. ببین موضوع اینه که سینما رو از بین بردن. الان امسال سالی که سینما یه تکونی خورده که امیدوارم اون تکونی نباشه که محتضر قبل از مرگ میخوره، میگن مثلا روز آخری و پا میشن حالشون خوب میشه، با همه حرف میزنن، غذا میخورن، بعد یه میفتن میمیرن. امیدوارم اینجوری نباشه. امسال که یک تکون روبر رشد و رونق انشالله خورده، خیلی که دوام بیاره و رونق ادامه پیدا بکنه، تا آخر سال میرسیم به 25 میلیون تماشاشی. یعنی یک سوم ایرانی‌ها یا کمتر از یک سوم ایرانی‌ها در طول این سال پر رونق سینما خواهند رفت. اونم تازه باز معنیش این نیست که هم واقعا یک سوم ایرانی‌ها سینما رفتن. معنیش اینه که بعضیا چند بار سینما رفتن و بعضیا اصلا سینما نرفتن. اگه حسابش بکنی مثلا آخرش میرسی به یه چیز در حدود 10% جمعیت که متوجه سینما هستن. خب چه اتفاقی افتاده از سال مثلا 69 که 70 که فیلم عروس نمایش داده شد و 75 میلیون بلیت فروخته شد با جمعیتی که حدود 50 میلیون نفر بود و بچه هم توش زیاد بود، چون اون سالا رشد جمعیت
رشد جمعیت 4% بود و بچه‌هایی که اصلا فیلمی مثل عروس رو نمیتونستن ببینن شاید مثلا بیشتر 10 میلیون جمعیت بودن. یعنی جمعیتی در واقع جمعیت سینما روی بنزین نصف جمعیت امروز 75 میلیون بلیت خریدن تا امسال که بعد از 2-3 سال بسیار مثلا مرده قرار است که به 25 میلیون بلیت برسیم. سال گذشته 12 میلیون بوده، سال قبلش 10 میلیون بوده. خب وقتی سینما اینجوری میشه یعنی کاملا از سبد توجه و تفریحات مردم خارج میشه، اون وقت من تبدیل میشم به یه شخصیت مثلا سیاسی، نمیدونم سلبریتی، هر جوری که مثلا وبلاگ بازا هر چیز دیگه غیر فیلم ساز لپتاپ سوارا و اینا دوست دارن و اون وقت هم راجع به این اظهار نظر میکنن که ما اینو میپسندیم یا نمیپسندیم یا مثلا اینجوری نباید باشه یا این تغییر جهت داده یا مثلا از لحاظ سیاسی نمیدونم وابسته شده به یه گروهی یا حرفای مزخرفی که میزنن نگاهش تغییر کرد. اصلا موضوع اینه که من برام هیچ اهمیتی نداره که از این نظر شخصیتم چطوری ارزیابی میشه، به کسی چه مربوطه که این شخصیت جدا از فیلمسازیش چه کار داره میکنه، چه جهت سیاسی داره یا مثلا چه جور بازی هایی اصلا در زندگی داره در میاره. این به خودم مربوطه. برای سلبریتی ها شاید مهم باشه که بخوان مطابق میل هواداراشون رفتار بکنن، ولی برای من اصلا کمترین اهمیتی نداره که همه مردم از من متنفر باشن یا عاشق من شده باشن. اون چه که مهمه این است که فیلم ها ما ببینن و چون سینما ایران عمدن با برنامه ریزی به طرف یه سینمای ابتر بیخاصیت و مرده یا نیمه جون کشیده شده بود، من احساس کردم که خب دیگه چیزی نداریم از دست بدیم، پس یه داد و فریادی حداقل بکنیم دیگه. یعنی اون کاراکتری که میبینی تو یه سال اخیر، کاراکتری که برنامه 7 رو داره اجرا میکنه، کاراکتری که فکر میکنه حالا که همه چی از دست رفته بالاخره یه کاری بکنیم. البته این کارش تو هفته صبح مینویسه. بله. یه ذره قبلترش یعنی میشه یعنی از اول پارسال دیگه. اول پارسال که من همون تو تابستونشم یه مصاحبه کردم گفتم اگه اوضاع سینما همینجوری پیش بره تا آخر سال آقای ایوبی باید استعفا بده. یعنی در واقع داشتم همه امکانی رو که داشتم به کار میگرفتم برای اینکه بگم حالا که سینما داره میمیره و عملاً به نظر میاد همه هم راضی ان از مردنش یه کاری بکنیم. چون من اون نوع فیلمسازی نیستم که فکر کنم که یه بودجه دولتی هست ما فیلم میسازیم مردم هم نبینن یا ببینن. اتفاقا برعکس، اون نوع فیلمسازی هستم که فکر میکنم مردم منو نباید ببینن و اگرم میبینن برای من کمترین اهمیتی نداره، کمترین ارزشی نداره. که ولی الان تو پوزیشنی هستی که مردم شما رو بیشتر میبینن، یعنی این رفتارهای رسانه‌ای، عملکردهای اینجوری. خب حالا فوکوس گرفتی که برای اینکه سینما صدار. رو زنده کنیم دیگه، یعنی اون حرکت دونکی شوتوار کوشش برای اینکه یه عده زیادی همه با هم متفقن که شما تلاش برای زنده کردن و احیای سینما از نگاه این عده زیاد داره کارکرد منفی و معکوس داره، یعنی شما و تیم هفت و اتفاقات و تجربه هایی که داره تو این میفته انگار داره مثلا حمله میکنه کمر بستن به قتل سینمای کشورمون. این چه جور کمر بستن به قتل که باعث شده تعداد تماشاگرها 2 برابر بشه؟ یعنی حداقلش نسبت به سال گذشته تعداد تماشاگرها 2 برابره. البته اگر همینجوری پیش بره تا آخر سال تعداد تماشاگرها شاید به 2.5 برابر هم نزدیک بشه. جمو از این موازنه خارج کنیم چی میشه؟ در واقع میشه معنیش این میشه که ما سعی کردیم سینما رو بکشیم ولی جمز نجاتش داده. نه، تأثیراتش برای طبقه ای که مخاطبای جم هستن و مخاطبای 50 کیلو آلبالو هستن، مخاطبای یا اینا کاملا با هم لینک شدن دیگه، درست شده. اینکه شما این نتیجه رو بگیری که این وسط هفت هم تازه داشته سعی می‌کرده سینما ایران رو بکشه بعد نه من نمی‌گیرم، من میگم این همچین نتیجه فضای عمومی که وجود داره. خب نه، این فضا که ممکنه به یه ضرب المثل چینی میگه یک باور احمقانه، اگه میلیون‌ها نفرم بهش اعتقاد پیدا کرده باشن باز یه باور احمقانه است. ولی واقعیت اینه که این کسایی که این همچین فکری رو دارن تبلیغ میکنن و شایع میکنن 2-3 هزار نفر هم نیستن، یعنی مجموعا اینا ما چون یه همکارای شما
نه نه، اون کسایی که بخشی که همکارای ما هن که جدا، یعنی اونا حسابشون جدا. اونجا که میگفتین سلبریتی علاقش اینه که مطابق میل طرفدارش رفتار بکنه، میخواستم بگم شما مطابق میل همکارانتون هم رفتار نکردید. بله بله، ولی نه، منظورم اون کسایی است که یه فضای توی در واقع تو فضای مجازی یه کارایی میکنن. اینا مجموعاً یه جمعیت 3000 نفری هم نیستن، من باور نمیکنم به 3000 نفر برسن، ولی مثلا توی یه موضوعی وقتی سعی میکنن جذب سازی بکنن، با 10 تا اسم پست میذارن و کامنت میذارن و بدون عکس و با اسمای قلابی و اینا سعی میکنن مثلا جمعیتشون رو 20000 نفر 30000 نفر نشون بدن، و بعدش هم تعجب میکنن که چرا مثلا فلان نظرسنجی کاملا مطابق خلاف اون چیزی بوده که اینا دارن جذب سازیشو میکنن. نمیفهمن که یک درصد مردم هم نیستن توی حرفه، یا نه تو حرفه یا فکر میکنم که نظرات مختلفه. اون کسانی که فکر میکردن که بالاخره سینما مال ماست، ما یه بودجه داریم، وزارت ارشاد یه مثلا بودجه فکر کنم 20 میلیارد 30 میلیارد 15 میلیارد هر چقدر که هست سالیانه داره، ما فیلم میسازیم، ما یه کوپونی داریم برای فیلم ساختن، ما یه کوپونی داریم برای جشنواره بازی، یه کوپونی داریم برای این بازی روشنفکرانه ای که تحت عنوان سینما تعریف کردیم، و حالا ما هم این بازار برقراره، دیگه این بازار برقراره، و اینکه مردم هم فیلم نمیبینن طبیعیه، به ما چه ربطی داره؟ ما که فیلممون رو داریم میسازیم برای اینکه تو جشنواره خارجی یواش یواش یه موقعیتی پیدا بکنیم. اینا البته معلومه خیلی برافروخته شدن و ناراحت شدن، ولی من فکر نمی‌کنم بچه‌ها جوانای فیلمساز که همین تو جشنواره گذشته بهترین فیلم‌های جشنواره رو واقعا ساخته بودن اینا خیلی ناراحت باشن از این لحن و از این نحوه برخوردی که من و مسئول فراستی داریم تو برنامه هفت. اینا در واقع همونایی هستن که فکر می‌کردن که سینما همینه دیگه، ما هم باید فیلم‌های جشنواره بسازیم، ولی الان متوجه شدن که یه چیز دیگه ای هست. وقتی مردم از فیلم خوششون بیاد، وقتی مثلا همین ابد یک روز که اگر جلوشو نگیرن تا آخر تابستون فکر کنم اونم به 15 میلیارد تومان فروش برسه، که در مورد یک فیلم تلخ خیلی به اصطلاح انتقادی مثل ابد یک روز کاملا عجیبه، ضربه شسته دیگه. خب معلومه که سعید روستایی بعد از تموم شدن این دوران و بعد از موفقیت فیلمش میفهمه که موفقیت بین مردم یه مزه دیگه ای داره، یه معنای دیگه ای داره. تو اصلا احساس میکنی که تو مملکت خودت زنده ای و داری تأثیر میذاری و داری توی فرهنگ عمومی حیات اجتماعی مردم خودت یه جایی پیدا میکنی. خب شاید مثلا 2 سال پیش 3 سال پیش فکر میکرده که نهایت موفقیت یک فیلمساز این است که روی فرش قرمز جشنواره کن را بره، ولی یه موفقیتی مثل موفقیت 15 میلیاردی ابد یک روز اون وقت تأثیر میذاره رو، چون همونقدر که فیلمساز رو میسازه، همونقدر که فیلمساز فیلم رو میسازه، فیلم هم فیلمساز رو میسازه. من که موافقم با روشن حرف زدن و سریع حرف زدن، مثلا جرمم این بوده که روشن سریع حرف زدم، ولی این بیمار به نظر شما در حال اغماء رو به موت انقدر الان وضعش خرابه که دیگه فرصت تعارف و در لفاف حرف زدن و اینا نداریم. بله. با صراحت درست به نظر میاد به خاطر اینکه جیغ و داد کردیم سرش، گفتیم آقا داره اینو کشتید، پاشد گفت نه من حالم خوبه. یعنی به نظر میاد کاری که کاملا از رو ناامیدی کردیم یه مقدار تاثیر خوب گذاشته. و این واقعا یعنی حال خوب سینمای ما الان؟ نه، خیلی فاصله داره تا حال خوب. گفتم اگر که ما امسال با همین رونق پیش بریم به 25 میلیون بلیت تا پایان سال میرسیم. 25 میلیون بلیت یعنی تقریبا همون مقدار بلیتی که در دوران شوکران، سالی که شوکران نمایش داده شد، فروخته شد، و از اونجا به بعد همینجوری آروم آروم هر سال بدتر از سال قبل بود. تازه جمعیت در زمان شوکران باز کمتر از زمان حاله. بنابراین الان بگیم که ما اگه برسیم به 35 میلیون بلیت تازه میرسیم به وضعیت 15 سال پیش، نه وضعیت مثلا 27-28 سال پیش. 27-28 سال پیش 75 میلیون بلیت میفروختیم، و اگه الان قرار باشه که در همون حد
27-28 سال پیش مردم سینما برن، باید مثلا سالی 110 میلیون بلیت بفروشیم که میشه چقدر؟ 4 برابر این وضع ظاهرا پر رونق امسال یا بیشتر از 4 برابر. ولی به هر حال نظر مثل گذرگاه رسیدن به اون حال خوبه برای سینما رو شما همچنان رونق میدونین، یعنی کلید واژه‌ش گذرگاه رونقه. وقتی رونق پیدا میکنه، یعنی که مردم وقتی که سینما میرن، حتی کمدی‌های سبک و پیش پا افتاده، زمینه فراهم میشه برای اینکه به یاد سینما افتادن و دوباره فیلم‌های دیگر هم می‌بینن و باعث میشه که مثلا یه فیلم مثل ابد یک روز 15 میلیارد تومان بفروشه. میگم اگر که اجازه بدن و اکران بهش بدن تا پایان تابستون، تازه به نظر میاد مردم فیلمو کشف کردن. و اینکه شما در برنامه هفت آدم‌های یک کمی که چرخ خیلی صریح‌تر، حتی گاهی بی ملاحظه تر حرف میزنیم، دیالوگ میکنین. مسعود که دیگه شاهکاره و اوجشه که دیگه یعنی از گاهی از الفاظی هم استفاده میکنه که شاید واقعا ما الان تو اون روز آخری هستیم که روی فضای عمومی یک رسانه مثلا به یه فیلمساز دیگه یه عنوانی رو، یه تیتری رو، مثلا یه تعبیری نه به فیلمساز هیچ وقت تیتر بدی نسبت داده نشده، به فیلم نسبت داده شده. آره ولی خب مثلا این ارجاعش که شما خودت میگی که منو نبینیم فیلم، اصلا این که تو بعد مسعود سابقه داشته دیگه، قبلا راجع به آقای کیمیایی هم یه چیز دیگه دوباره چی گفته. این مسعودی که به نظر میرسه که اگر نه اینا تعابیریه که به فیلم نسبت داده میشه و به نظرم جزء زبان مصطلح و معمول منتقد است. تو همه جای دنیا هم همینطوره. موضوع اینه که ما تو تلویزیون و توی وسایل ارتباط جمعی خودمون راست نمیگیم و پیچیده حرف میزنیم و به زبانی که بعضی وقتا شبیه زبان زرگری میشه حرف میزنیم. حالا مثلا تو بحث‌های سیاسی خیلی خنده داره، یعنی واقعا بحث‌های سیاسی تلویزیون ما رو که نگاه کنی باید خیلی وارد باشی به سیاست که بفهمی که این اصولگراست، اون یکی اصلاح طلبه، این منظورش چیه از این حرفا که داره میزنه، اون یکی منظورش چیه. برای اینکه اینا انقدر تو لفافه حرف میزنن و حرفا رو میپیچونن که به نظر میاد که اصلا به یه زبانی حرف میزنن که آدم معمولی متوجه نمیشه منظورشون اصلا چی هست. این زبون زرگری و زبون رمزی که آدما توش منظور خودشون رو تو هزار حجاب میپیچونند و میگن، اصلا ربطی به رسانه نداره. وقتی صحبت از تلویزیونه، یعنی جایی که مردم میشنن ببینن که این بابا چه موضعی داره، اون یکی طرف مقابلش چی داره میگه، حرف حسابش چیه. حالا ما تو سیاست میگیم که حالا یه ترسایی وجود داره، یه ملاحظاتی وجود داره، توی برنامه سینمایی هم باید حرفامونو بپیچونیم، باز باید به زبان زرگری صحبت کنیم. کاری ندارم به این که تو خیلی از برنامه سینمایی این اتفاق میافتاده، یعنی باز افرادی که میامدن حرفشون رو صریح نمیزدن، مشکل داشتن، ملاحظه میکردن، فکر میکردن برای آینده من چی پیش میاد، حالا دارم این حرف رو میزنم. ولی برنامه هفت که قطعا حق داره، بابا سینما که دیگه انقدر موضوع جدی نیست. اگر ما قرار بود راجب سیاست دفاعی مملکت صحبت کنیم، بعد یه نفر بود که مثلا توی یه میزگرد تلویزیونی میخواست بگه که من مخالفم با تولید موشک‌های دوربرد، مثلا نمیخوام، فکر میکنم که موشک‌های دوربرد نباید تولید بشه، باز آدم میگفت که اگه حرفشو تو لفافه بزنه و خیلی رمزی بزنه و از این حرفا، حق داره، برای اینکه میترسه که این جزء سیاست دفاعی مملکته، اگر مثلا معلوم بشه من خلاف سیاست دفاعی مملکت، اسرار و امنیت ملی و اینا دیگه این حرفا رو نداره. بابا بذار یه جایی باشه که بشه راحت حرف زد و راحت و صریح راجب کسانی که ضد سینما میسازند، پول حروم میکنن و تماشاچی رو اسنا فراری دادن، بشه خیلی راحت صحبت کرد. خب چند ساله که سینمای هالیوود ناجیش در واقع فیلمای ابرقهرمانی شدن، همه فیلمای ابرقهرمانی گیشه خیلی خوبی داشتن. امسال اومد با ددپول شروع کرد که فروش فوق‌العاده‌ای داشت. نکته جالبش هم این بود که برخلاف خیلی از فیلم‌های ابرقهرمانی خیلی هم براش هزینه نشده بود، یعنی 58 میلیون دلار ساختن و بالای 770 میلیون دلار تو دنیا فروخت. من که فیلم رو دیدم برام جالب بود به خاطر اینکه با بقیه فیلم‌های ابرقهرمانی خیلی فرق داشت. البته که این ماجرا به کامیکش هم برمیگرده، چون اصلا کامیک ددپول کلن مثلا با بتمن و با بقیه کامیکای کلاسیک خیلی متفاوته. منتها
نکتهش برای من این بود که به اندازه بقیه ابرقهرمان ها منو تحت تاثیر قرار نمیداد. حالا دربارش صحبت میکنیم. این نظر اولیه رو بگو برخورد اولیه باشه. این خوبی آره برای بحث کردن در مورد. چون یکی از دلایلی که من فیلمو دوست دارم اتفاقا همین تفاوتیه که با بقیه فیلم های ابرقهرمانی داره. I love you, Wade Wilson. We can fight this. You're right. The cancer's only my liver, lungs, prostate and brain. All things I can live without. وقتی من فیلمو دیدم اولین سکانس ها خیلی یاد فیلم هنکاک افتادم. نمیدونم دیدی احتمالاً. گیبیل اسمیت یه سوپر هیروئه که اونجا برعکس همه ابرقهرمانا اصلا آدم خوبی نیست. یه آدم دائم الخمریه که خیلی هم دیوانه‌واره. آره خیلی دیوانه‌واره. اصلا بلد نیست از قدرتی که داره استفاده بکنه. اینجا هم در واقع خود کاراکتر میگه من سوپر هیرو نیستم. در واقع من قدرت‌های فراطبیعی دارم ولی قهرمان نیستم و نمیخوام باشم. از این جهت این در واقع خودش برای من یه پوینت مثبت محسوب شد. اینکه داره تلاش میکنه فیلم شبیه بقیه فیلم‌های سوپر هیرویی نباشه و آمدانه اون فیلم‌ها رو دست بندازه، یعنی به یه جور پارودی یا هجویه تبدیل بشه تو بعضی سکانس‌ها، تو بیشتر سکانس‌ها در واقع. در مجموع هم حتی تا آخرین سکانس‌های فیلم هم به این ایده کلی وفادار موند. مشکل من باهاش اینه که ددپول اصولا شاید مثلا ضد قهرمان بیشتر تعریف بشه تا اول قهرمان، یعنی نه مثل بتمن دنبال عدالت خواهیه، نه مثل سوپرمن ناجی مردم شهر قراره باشه، بیشتر دنبال یک انتقام شخصیه به خاطر اینکه قیافش از ریخت افتاده. توی فیلم‌های ابرقهرمانی خب این خیلی عجیب غریبه. من این کانسپت عجیب غریب بودنش رو میفهمم و از این نظر جالبه، ولی مشکلم اینه که خب هیچ قلابی نداره که من تماشاگر رو گیر بندازه. آخه کاراکتر آقای ویلسون که حالا بعداً طی اون عمل جراحی و فلان و اینا تبدیل میشه به ابرقهرمانی به اسم ددپول، که حالا ترجمه ای هم نمیشه برای اسمش کرد، به نظرم همون ددپول از همه نرمال تره، چرا باید داستانش رو دنبال بکنم قهرمان خیلی... یا این کاراکتر اصلا جالب بود برات؟ بر من اصلا جالب نبود. نه اتفاقا کاملا نظرم مخالفه و برعکس فکر میکنم. این کاراکتر جذابه به این دلیل که داره در واقع سعی میکنه اصلا شبیه سوپرهیروهای دیگه نباشه و این خودش چند قدم میبره من فیلمو میبره به جلو. برای اینکه مثلا من تو اول فیلم وقتی تماشا میکنم خودش میگه وقتی من تماشا میکنین منتظر قهرمان کلیشه ای فیلم های مثلا پرفروش هالیوودی نباشین، سکانس روی پل و سکانسی که در واقع توی پروسه تبدیل شدنش به یک ابرقهرمان میبینیم، اینها در واقع خیلی تأکید داره میکنه که اصلا قرار نیست که ما چیز کنیم، ما با یک قهرمان متعارف به اون معنی معصومش طرف باشیم و همین نامتعارف بودن به نظرم باعث میشه در شکل در واقع کلی باعث میشه که طرفدارای فیلم هم در واقع شامل طرفدارانی باشن که معمولا فیلم های قهرمانی رو دوست دارن و هم کسانی که مثل خود من خیلی با کلیشه های در واقع تیپیکال اونها همیشه حال نمی کنن، دوست دارن که یه چیز دیگه ای مثل هنگ هاکی بذار بکنیم. آره اوکی. چون دیگه آخر بحث حداقل برای من اینجوریه، شکستن دیوار چهارم به قول برشت و حرف زدن ابرقهرمان با تماشاگر به صورت مستقیم نکته جالبی بود، ولی اگر من باشم هیچ وقتی که حاضر نیستم وقت بذارم به پول ببینم، چون خیلی هم بد دهنه. در ضمن اونایی هم که بچه کوچیک دارن و بچه‌هاشون ابرقهرمانی می‌بینن بهتره ددپول نبینن. از این لحاظ آره فیلم در واقع فیلمی نیست که توصیه بکنیم برای هر مخاطبی. فیلم ریتش آره و پرفروش‌ترین فیلم ریت آر در تا الان تو سال 2016 است، ولی مخاطب خودش رو در واقع تعریف کرده و از همون سکانس‌های اولیه و اگه در واقع با این پیش‌فرض بیانیم خیلی ناامید نمی‌شیم از فیلم.